با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر هلاکویی. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. چقدر خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. منم همینطور، بفرمایید. ممنونم آقای دکتر. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم راجع به سرمایه گذاری بود در رابطه با خرید خونه و سوال دومم راجع به ریلیشنشیپ. در مورد خرید خونه من میخواستم ازتون بپرسم، با توجه به اینکه قیمت‌های الان خیلی رو به بالا هست و نرخ بهره یکم پایین‌تر هست و همونطور که شما هم حتما میدونین میگن نرخ بهره داره بالا میره و قیمت ها ممکنه پایین بیاد، به نظر شما آیا درسته که در این شرایط؟ نه، هر دوتاش آخه احتمال پایین آمدن قیمت ها رو فکر نمی کنم. فکر می کنم اگر راجبه امسال حرف میزنید، چون برای احتمالا آهنگ افزایش قیمت ها کاهش پیدا میکنه یا در همین ساعت میمونه، دلیلی برای کاهش نیست. یعنی اون رو متوجه هستم. افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد با تغییری که بانک مرکزی میدن، بانک ها به دنبال شرکت میکنن و 25 تا 0.5% افزایش هست. اون البته موضوع مهمیه، چون بهره 4 وقتی بشه 4.5، خب یه تغییر محسوسی هست. ولی بسیاری از اوقات مسئله این است که شما چجور خانه ای میخواید بخرید. یه زمانی هست که میخواید درش زندگی کنید و یه کمی بلند مدته و ضمناً کار میکنید و میتونید بهره ای که میپردازید یا قسطی که میدید بهرش رو از تکستون کاملا کم کنید در حدی که قانون اجازه میده. خب اون موقع کاملا قابل توضیح و توجیهه. یه زمانی هست که نه، شما خانه ای رو میگیرید و به عنوان سرمایه گذاری هست اجاره میدید، اونم اگر حسابش درست باشه که پول اجاره بتونه اقساط رو و مالیات رو و بیمه رو بپوشانه، خب اون موقع همیشه قابل قبوله. بعدم آنچه که در خصوص خانه میدانیم درسته که ما یک نوسانات اقتصادی داریم، تا ما در دانشگاه درس داشتیم economic fluctuation، یعنی در حقیقت نوسانات اقتصادی، و بعدم برای برخی از نه خدمات، برای کالاها از جمله برای مستغلات، مثلا یه دوره 10-15-20 ساله داره، ولی اون نگاه تاریخی اونقدر کمک نمیکنه. بعدم مهم این است که شما خانه ای که میخرید یا به دلیلی بهش علاقه من باشید و با محل کارتون و مدرسه بچه ها و اینا هم آهنگ باشه، یا قیمتش مناسب باشه، حالا به هر دلیلی، مثلا فرض کنید 2% 5% از قیمت بازار پایین تر باشه، خب عملا اون نگرانی مربوط به کاهش قیمت ها و اینا رو خنسا میکنه. این است که همچنان اگر به طریقی که در امریکا معمول و مرسومه با گذاشتن فرض کنید 20% داون پیمنت بقیه رو بتونید کوالیفاید بشید و وام بگیرید، و یا اگر در خونه میشینید بتونید از فایده و سود مالیاتیش که بسیار برجسته است استفاده کنید، اگر به عنوان اینوستمنت اجارش بتونه همه اون هزینه ها رو بپوشونه، در بلند مدت اگر بخواید مثلا 10 سال نگهش دارید حتما سودآور خواهد بود و ضمناً سرمایه گذاری است به مقدار زیادی مطمئن. ولی این برمیگرده به اینکه درآمد شما چقدره، دارایی شما چقدره، ظرف 5-10 سال آینده احتمالاً چه پیشبینی برای درآمدتون میکنید، امکان پرداخت هست، چون در اینان هم نمیشه حالا اگر یه فرصت هایی پیدا شده مستغلات مختلفی گرفت برای که میتونه از یه جایی بگذره و کاهش قیمت ها و نبودن درآمد برای پرداخت اقساط، مثل برخی از اوقات که به یک بار افراد رو با زیان بسیار روبرو کرده، ما رو هم گرفتار کنه. ولی اگر خانه مسکونی هست، اگر فرضتون بر اینه که درش می نشینید، اگر به نظر می رسه درآمدتون به اندازه‌ای هست که توانایی پرداخت اقساطش رو دارید، یکی 2-3% پایین و بالا یا گرونتر ارزونتر بودن در بلند مدت اونقدر نقشی نداره. بله ممنون.
من با توجه به اینکه تازه اومدم آمریکا، مدت 8 سالی که اومدم و شغلم هم نصف ساعت و 2 شیفت کار میکنم، درآمد نسبتا خوبی دارم. همین فرمایش شما که میخواستم 20% داون پیمنت بذارم و بقیهش هم که وام بگیرم، میخواستم این کارو بکنم، ولی دوست داشتم نظر شما رو. حالا اگر خونه ایست که توش میخواید بشینید، حتما این کارو بکنید عزیز، برای که شما ببینید با توجه مثلا فرض کنید با درآمد مثلا 100,000 دلاری که دارید، شما مالیاتی که دارید میدید اون مالیات رو نخواهید داشت، اقساطش میره اونجا و به همین جد است که در حقیقت شما قسط خانتون رو دولت داده. برم اگر 15 ساله یا 30 ساله بگیرید یا تو برخی از وقت فقط interest only فقط بهره باشه، البته گفتم با توجه به شرایطتون کاملا سرمایه گذاری درستی عزیز. بله بسیار ممنونم آقای دکتر. بعد سوال دومم ازتون بپرسم، البته من یه دفعه دیگه ازتون خدمتتون تماس گرفتم، الان میدونم که قراره که یه کتک مفصلی از شما بنابراین خودم رو آماده کردم کاملا. آقای دکتر من 51 سالم هستش. 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که ایشون 23 سال از من بزرگتر هستن و ما به قصد ازدواج آشناییمون رو شروع کردیم. در اول آشنایی ایشون به من گفتن که من خونه‌ای که میخوام بخرم نصفش برای تو خواهد بود، تو زیاد نگران چیز مسکون و محل سکونت و خونه و اینها نباش، و من یه لایف اینشورنس دارم اونم به نام تو میکنم که بعد از خودم برای تو یه درآمدی باشه. این در صورتی بود که من خودم هم کار میکردم و درآمدم داشتم، ولی به هر حال ایشون این پیشنهاد در اول آشنایی به من دادن. بعد از این که رابطه یکم جلو رفت، مثل همه رابطه ها که خب یه مقدار پایین و بالا میشه، آپندان شدیم و اینا، تا اینکه چند وقت پیش دیگه تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. ایشون به من گفتن که شما باید برای من پیرناک امضا کنیم، که من حرفی نداشتم باشون، موافق بودم. البته من چون 2 شیفت کار میکنم، ایشون همیشه مخالف بودن که تو چرا زیاد کار میکنی و این به تو آسیب میرسونه از نظر سلامتی و اینا. و یه روز من به شوخی بهشون گفتم من وقتی ازدواج کنم دیگه من کار نمیکنم، و خیلی ایشون رو ناراحت کرد. البته من فکر میکنم که ایشون یه مقدار خسیس هستن، حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی حالا خدمت شما عرض میکنم تو نظر شما رو بدونم. من ولی ایشون خیلی ناراحت شدن و گفتن نه مگه میشه که تو کار نکنی، به هر حال تو وقتی ازدواج میکنی با تو هم خرج داری، هزینه داری. گفتم نه دیگه، من که میام خونه تو موو میکنم دیگه، من نه رنت دارم و نه خرج و هزینه ای دارم دیگه، مثل ایران که قبلا ازدواج میکردیم همه هزینه رو آقایون میپرداختن. البته من بیشتر جنبه شوخی داشت، ولی ایشون به شدت ناراحت شدن. و بعدم که ایشون گفتن که من این پرینوپی که از شما میگیرم، بعد از اینم من هر درآمدی داشته باشم، اگر چنانچه دوباره بخوام یک مثلا اینوستمنتی بکنم و یه پراپرتی چیزی بخرم، بازم تو به اون حق و حقوقی نخواهی داشت. و باز دوباره توی گفتمان، خب ایشون کیا رو دارن؟ اگه کیا دارن که میخوان این حق و حقوق رو به او بدن؟ البته اینم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، ایشون از تمام جزء زندگی من، همه چی، حتی اینکام من، من کاری به اون ندارم. نه سوال من این است که ایشون فرزندانی دارن از ازدواج؟ بله، از ازدواج اولشون 2 تا پسر دارن، ولی هر 2 تا پسرشون ازدواج کردن، رفتن، هر 2 تا پزشکی هستن، درآمد خیلی خوبی دارن و خود ایشون هم فکر می‌کنم 2-3 تا یه خونه‌ای دارن که توش زندگی می‌کنن، یه خونه دیگه هم دارن که اجاره هست و یه خونه دیگه هم که جدیداً با پسرشون مثل این که شریکی خرید. حالا این چیزایی که به من گفتن، من هیچ وقت بنابراین حرفشون این است که شما در ثروت من شرکتی نخواهید داشت. بله، بنابراین ازدواج منتفی است. در اینکه ایشون جدا شدن بعدم فاصله سنیتون معناش چیه؟ شما به هر حال قرار است که با مسائل مربوط به سن بالای ایشون بسازید، ولی ایشون سر حتی یه خانه مسکونی که درش هستید یا حداقل یه چیزی که بعدا شما بتونید درش باشید که نمیتونن شما رو شریک و سهیم نکنن. مثلا مخالفتی با پرینپچوال، ببخشید من با پرینپچوال اگریمنت هیچ مخالفتی ندارم، ولی در این حال حساب معناش این نیست که فقط شما ممنوع و محروم میشید از همه چیز. خب حق و سهم شما چیست؟ بیاد فرض از این پرینپ شد برای شما چی میگذارن اگر 10 سال 15 سال دیگه ایشون فوت کردن؟ هیچی؟ اتفاقا منم همینو بهشون گفتم، گفتن شما خیلی مادی هستی و نه بس نکنید مادی هستی، نه این حرفا رو نزنید به هیچ کس.
مثلا من این در مادی هستی معنوی هستی من همش حرف مزخرفه. حرف این است که من بعد از 10-15 سال 20 سال اگر تو فوت کردی من چی در زندگی تو از نظر مالی خواهم داشت؟ ایشون میگن من توی وصیت نامم می نویسم که بعد از من نصف این خونه رو به تو بدهن، ولی من میگم خب شاید شما هیچ وقت اینو ننویسی. من اون موقع نه، وصیت نامه میتونیم با وکیل شاید بلا عرض باشه، من مسئله ندارم. نه ایشون فقط میگن که من بهشون پیشنهاد کردم که خب توی همون پیرنافی که می نویسیم اینو شما قید کنین، گفتن نه من با وصیت نامه جلو میرم. نه خیلی به هر حال بسیار بهتره که با زن دیگه هم جلو برم. من هم اتفاقا همینو گفتم و ایشون خیلی ناراحت شدن. خب و جالب اینه که من همیشه به ایشون گفتم اگه یه مشکلی داشتم گفتم با یه مشاور صحبت کنم، ایشون مشاور رو قبول نداشتن، ولی در این مورد خاص گفتن هرچی آقای دکتر هولاکویی بگن. بنابراین به نظر من شما یه حق و سهم اینجا باید داشته باشین، همون نصف خانه‌ای که میگن کفایت میکنه. بعد آقای دکتر این نصف خونه رو الان باید به نام من کنن یا اینکه نه؟ نه نه نه، با وکیل صحبت بکنید، ایشون به طریقی که وکیل میدونه، من نمیدونم، که مطمئن باشیم نه این رو میتونن تغییر بدن نه میتونن از شما پس بگیرن. بله، به هر حال با وکیل صحبت کنید چون مسئله جنبه حقوقی داره. من در من کتکتون هم نزدم، به هر حال من برخی از اوقات اخلاقم سگه، ولی بعضی وقت کمی از اون سر. واقعا شما اینقدر مهربون هستین که واقعا بعضی وقتا شنوندهای عزیزتون همیشه میگن شما مثل یک پدر مهربون برای ما هستین. واقعا من احساس پشتگرمی میکنیم و همه ما ایرانی ها و افتخار میکنیم که یک فرد بسیار دانا و مهربون مثل شما صمیمانه و خالصانه در کنار ما هست و ما هر موقع که دلمون میخواد مثل یک پدر بزرگوار به شما زنگ میزنیم و شما انقدر از صمیم دل و مهربانانه جواب ما رو میدین که من واقعا الان از شدت خوشحالی در پوست خودم نمیگنجم. بسیار ممنون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. صحیح و سالم و در پناه حق باشید. خدا نگهدار.